حسن چیه؟ بابا تو سال جدیدم تو دست از سر کچل ما بر نمیداری؟ راستی یادم نبود حسن، عیدت مبارک. سیبیل جنابالی هم 3-4. اگه دنبال عیدی میدی از ما هستی بدون که آه در بساط ندارم، خزانه خالیه، تحریمم ادامه داره. حسن عیدیاتو بفرست واسه 5 به علاوه 1. من هنوز انقدر بدبخت نشدم که از تو عیدی بخواهم. باز شروع کرد به نیش و کنایه. ناصر کاری نکنین عیدی جای دستم رو صورتت بمونه. برو آقا جون، برو بذار به بدبختیامون برسیم. ببین حسن، من میرم، اما این رفتن من دردی از گیجی تو دوان نمی کنه. باشتا بینم کدوم گیجی؟ گیجی دیگه آقا جون، گیجی. اصلا معلوم است چه غلطی داری میکنی؟ داستان اون نامه‌ای که به علی گدا نوشتی چی بود؟ حرفای طرفو برداشتی، بعد حرفای خودتو چپوندی وسطش، فرستادی رو آنتن. چرا مزخرف میگی؟ من به مقام عظمای ولایت نامه نوشتم، بعدم فرمایشات ایشون رو تایید کردم. آره جون اون بابا کوسد، کدوم تایید؟ علی گدا میگه اقتصاد مقاومتی، بعد تو نوشتی اقتصاد درونزا و بیرون نگر. یعنی تو دیگه آخرشی. عبای ولایت رو تنت میکنی، بعد از اون با لگد میزنی به پک و پهلوی عظما. ناصر آخه این چیزا رو تو از کجا میفهمی؟ بابا جای این که تو جهنم بشینی وضعیت پتال ما رو رصد کنی، برو یه کاری بکن. چه میدونم، برو صد هیزون بشکن. ببین بحث رو عوض نکن، کارت شده بندبازی رو نخ عمامه علی گدا. از یه طرف مشاورت که یونسی باشه میگه بغداد پایتخت ماست، از اون طرف شعار اعتدال منطقه‌ای میدی. ببین دیگه کارت به کجا رسیده که حتی اکبر کوسه هم زیراب تو رو زده، گفته تق این شیخ فری ما در اومده بابا. خب حالا از همه این حرفا چه نتیجه میخوای بگیری؟ نتیجه رو من نباید بگیرم که آب نبات، نتیجه رو تو باید بگیری بدبخت. مصیبتات کم بود، طوفان عربی هم شروع شد. عمامه رو بچسب که بنیادت برباده پسر جان. ناصر میخوام بزنم له و لوردت کنم. چرا؟ من که هنوز به امام فش ندادم که بابا. من کاری به امام ندارم، یعنی میخوام طوری بزنم که مثل بز برقصی. منو سکه یه پول میکنی بگیر.